اون جاهایی هم که وزارت کشور الان به ما اعلام میکنه و میگه رقابتی نیست، باز هم به نظر من مردم باید حضور پیدا بکنن. حالا ممکنه از حزب اونها کسی نباشه، اما به هر حال همه ما ایرانی هستیم، همه ما علاقمند به انقلابیم، به کشوریم. سیاست کجدار و مریض روحانی در اولین نشست خبری بعد از تحولات اخیر از ذکر آمار کشته‌های اعتراضات آبان ماه طفره رفت و خواهان شرکت مردم در انتخابات شد. در 60 دقیقه می‌پرسیم چرا او در برابر هسته سخت قدرت در ایران نرم شده. از دو میهمان برنامه می‌پرسیم که تازه‌ترین موضع حسن روحانی چه تعبیری می‌شود کرد. همچنین برنامه امشب بحث توافق آمریکا و طالبان برای کاهش خشونت در کنفرانس امنیتی مونیخ، دولت افغانستان با احتیاط استقبال کرده. برای ما، برای حکومت افغانستان، هر پیشرفتی که در این پروسه صورت میگیره یک فرصت است و ما میخواهیم که این فرصت ها را از استفاده بکنیم تا بالاخره ما برسیم به روزی که آتش بس باشه. این و مجلس ایران در گذر زمان از مشروطه تا جمهوری اسلامی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از پاسخ دادن به این سوال که در اعتراض‌های خونین سه ماه پیش چند نفر کشته شدند شانه خالی کرد و گفت که آمار کشته شدگان در اختیار پزشکی قانونی است، تلویحاً به این معنا که بروید از قوه قضاییه بپرسید. او اضافه کرده که دست کم دو بار از جمله سال گذشته با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر سر استعفای خود سخن گفته. البته آقای روحانی گفته که انتخابات مجلس رقابتی شده برخلاف آنچه که چند هفته پیش میگفت. او قبل از این از رد صلاحیت های پرتعداد شورای نگهبان به تندی انتقاد کرده بود. چطور لحن حسن روحانی از مواجهه با هسته سخت قدرت به همراهی متمایل شده؟ این حرف و حدیث ها باعث رونق انتخاباتی خواهد شد که بسیاری از گروه ها و چهره ها خواهان تحریم آن هستند. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. حسن روحانی از این سخنان نقادانه درباره رد صلاحیت های نامزد های مجلس در فاصله کوتاهی و ظرف چند روز رسید به اینجا. آخرین گزارشی که امروز به من دادن اینه که فقط 44 حوزه رقابتی نیست و بقیه حوزه ها رقابتی است. خب این برای من خیلی خوشحال کننده بود، اینکه ما در اکثر حوزه ها امروز رقابتیه، مردم حضور پیدا میکنن. اون جاهایی هم که وزارت کشور الان به ما اعلام میکنه و میگه رقابتی نیست، باز هم به نظر من مردم باید حضور پیدا بکنن. حالا ممکنه از حزب اونها کسی نباشه، اما به هر حال همه ما ایرانی هستیم، همه ما علاقمند به انقلابیم، به کشوریم. تو حزب رقیب هم میشه به هر حال یه افرادی رو آدم انتخاب بکنه که به نظرش به قول مردم اصلاح ترن. رئیس جمهوری ایران این سخنان را در حالی بیان کرد که بعضی از هواداران اصلاح طلبش قبل از آغاز بازی انتخابات کارت قرمز گرفتند و رد صلاحیت شدند. شماری از آنها را هیئت‌های اجرایی وزارت کشور خود آقای روحانی فاقد صلاحیت اعلام کرده. استدلال آقای روحانی برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات هم چنین بود. انتخابات پرشور و حد اکثری به نفع همه ماست. حتما آمریکایی‌ها از حضور حد اکثر مردم خوشحال نمیشن، حتما از حضور و از انتخاباتی که با حضور حد اقلی باشه اونها خوشحال میشن، به نفع کشور ما هم نخواهد. او در حالی از اهمیت شرکت بالا در انتخابات سخن گفت که از آخرین دور اعتراض‌های گسترده خیابانی حدود 3 ماه گذشته، اعتراض‌هایی که ابعاد بحران مشروعیت حکومت را حتی در میان خودی‌های نظام مطرح کرد و هنوز حکومت آمار کشته شدگان را اعلام نکرده. در این حادثه البته رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب غریبی کردند. حالا نمیدونم عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن، البته یه عددی رو اول اعلام کردن بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجوری بردن بالا. هر روزانه
هی صد نفر بردم بالا تا از هزارم به هر حال عبور کردم. اینا که کاملا نادرسته و ناصحیحه این ارقام. از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستند، مردم عادی هستند، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه و اونهایی که به هر حال جزو معترضین بودن و تخلف کردن، یعنی تهاجم کردن به یک مرکز نظامی و مرکز نظامی از خود اتفاق، اینا تفکیک بشه و به مردم اعلام بشه. در حال حاضر دو منبع مختلف دو رقم بسیار متفاوت را درباره آمار کشته شدگان آبان ماه گزارش کردند. سازمان عفو بین الملل میگوید دست کم 304 نفر کشته شدند و به گفته خبرگزاری رویترز بیش از 1500 نفر. کیوان حسینی، بی بی سی. دو مهمان داریم. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند از شهر لاهه با ما، و همینطور محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از مشهد. آقای ملکی، چه تعبیری میشه از موزه تازه آقای روحانی کرد در زمینه انتخابات؟ انعطاف، تغییر موزه، عقب نشینی یا چیزی غیر از این؟ من تحلیلم این هستش که آقای روحانی این تغییر در از نظر رو، حالا یا به قول شما تغییر موزه رو، از این جهت داده که به نظر من آماده میشه برای گفتن یک دروغ بزرگ، یعنی یک دروغ بزرگ دیگر. ما در اصل در ماه‌های گذشته بارها دیدیم که چگونه دولت جمهوری اسلامی و کلیت نظام دروغ‌های بزرگی گفتن. وضعیتی که در اصل ایشون تصویر کرده بودن در اون مصاحبه‌های قبلیشون در مورد وضعیت انتخابات و نبودن رقابت و اینها، خب این نهایتاً فضای عمومی کشور هم همین رو نشون میداد که در اصل مردم به شکل گسترده قصد تحریم انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات رو دارن. خب برای اولین بار شاید هستش که در سالهای گذشته، که حداقل در 10 سال گذشته که مسئله نظرسنجی در ایران مرسوم شده، میبینیم که 4 روز مونده به انتخابات، تقریبا امروز البته یک نظرسنجی از طرف دانشگاه تهران منتشر شد که حالا بهش میپردازیم، هیچ نظرسنجی اعلام نشده و فقط 2 ماه پیش یک نظرسنجی بودش، و اینها هم خب نشون میداد که درصد در تهران هولوش 21% گفتن که میخوان در انتخابات رأی بدن. طبق نظرسنجی که امروز دانشگاه تهران مرکز مطالعاتش اعلام کرده، گفته این عدد است 24%. خب این یعنی که یک فضای سرد، و مثلا اینجاست که آقای روحانی در اصل دولتی هستش که نهایتا باید اعلام کنه اعداد ارقام رو. به نظر میاد که کلیت نظام با توجه به اون بحثایی که آقای خامنه‌ای داشته، و میدونیم که خود آقای روحانی امروز داشتن، که همواره انتخابات رو سعی کردن به سیلی محکمی بر گوش آمریکا و اسرائیل و عربستان و غیره بدانن و بسیار حیثیتی کردن به لحاظ مسئله مشروعیت خودشون، خب قاعدتا مسئله اینجاست که میخواهند یک عددی اعلام بکنن، و برای اینکه بتونن یک عدد، یک دروغ بزرگی رو اعلام بکنن، فکر میکنم نیازمند فضا سازی هستن. از همین حرفای امروز ایشون در مورد شور و شوق انتخاباتی و رقابتی بودن با این هدف پیگیری شده. آقای جوادی حصار، تعبیر شما چیه از آنچه که امروز آقای روحانی در زمینه انتخابات گفت؟ به نام خدا. عرض کنم خدمتتون که آقای روحانی متاسفانه با جو همراهی میکنه و تابع جو سخن میگه، و به همین دلیل با نوسانات سخنانش دچار نوسانات شدید میشه. اون روزایی که رد صلاحیت ها اتفاق افتاده بود، به خصوص قبل از اینکه اون 2000 نفر در مرحله دوم تایید صلاحیت بشوند، خب ایشان تحت تأثیر فضای عمومی جامعه و رد صلاحیت هایی که اتفاق افتاده بود، اون فرمایشات رو فرمودن که بالاخره نمیشه از یک قشر و یک جماعت و یک شکل آدم شما فقط بیارید تو مجلس، و همون صحبت هایی که شما شنید. امروز متفاوت سخن میگه، چون اصلا اون سخن گفتن و این سخن گفتن تفاوتش در این است که اینا میتواند در جایگاه سخنگویان سیاسی یا کسانی که نقش اپوزیسیون میخوان ایفا کنن در داخل نظام یا بیرون نظام، برمیاد که اینجور سخن بگن، ولی کسی که خودش رئیس قوه مجریه هست و گرفتاری و تبعات اینجور سخن گفتنها رو باید محاسبه بکنه
و محاسبه نمی کنه و میگه، خب دچار این اعوجاجات و این ضد و نقیض گویی ها هم گاهی اوقات میشه. یکی از اشکالات عمده آقای روحانی به نظر من این است که بار همه دولتش رو خودش باید بکشه. حتی دیگه خیلی از سخنگویان اصلاح طلب و یا حامیان اعتدالی او هم حاضر نیستن بار حمایتی او رو بر دوش بگیرن. بنابراین اون خودش باید هم ببره هم بدوزه هم قیچی بزنه و خیلی خلاص کارش خیلی سخت شده به نظر من. اگر که سخنگوی قوی یا دستگاه رسانه‌ای قوی می داشت، شاید اون کارا رو اونا می‌کردن، بعد ایشون در مقام رئیس جمهور میتونست رفع و رجوع بکنه، یه جایی بگه خب اینا رو اشتباه کردن، اونجاشو بد گفتن، ولی وقتی خودش باید همه کارا رو انجام بده یه اتفاقات هم میفته. بسیار خوب. آقای ملکی به عدد سازی اشاره کردید برای نشون دادن مشارکت یا آمار یا یک دروغ بزرگ. میزان مشارکت برای حاکمیت مهمه یا اینکه نتیجه و شکل دادن یک مجلس یکده است به نظر شما؟ فکر میکنم میزان مشارکت برای حاکمیت بسیار مهم هست، شاید حتی مهمتر از مجلس یکده است، چون اساساً مجلس یک دست یا دو دستش در جمهوری اسلامی تفاوتی نداره. دوره قبل انتخابات که اون شور و شوق لیست امید و به اصطلاح تکرار میکنم و اینها بود، خب مجلس دو دستی فرضاً تشکیل شد. خب نتیجه اون مجلس دو دست رو امروز میبینیم که حتی کمتر کسی از درون همون جریان اصلاح طلب هم حتی حاضر از عملکرد مجلس به اصطلاح امید که در اصل مجلس دو دستی بوده دفاع کنه. و همچنین جمهوری اسلامی هم میدونیم که هیچ وقت از این مجلس های دو دست هم ضربه‌ای ندیده، به دلیل اینکه نهادهایی داره که میتونه اساساً تصمیمات مجلس رو کاملا خنثا کنه، حتی اگر تصمیمات واقعا مهمی بخوام بگیرن. میدونیم که شورای نگهبان نقش داره، مجمع تشخیص نقش داره و نهایتاً حکم حکومتی. از این جهت مجلس در اصل به هر شکلیش معضلی نیست. اما چیزی که برای جمهوری اسلامی بسیار اهمیت داره اینه که اگر یک مشارکت بسیار پایین، چیزی که در اصل الان انتظار داریم که چیزی اولش 25 تا ماکسیمم 30% در انتخابات شرکت کنن، و این عدد میتونه به نوعی اساساً با توجه به اون چیزی که در اصل جمهوری اسلامی بارها گفته که شرکت در انتخابات مشروعیت نظام هست، آقای خامنه‌ای بسیار تاکید کرده، بسیار اهمیت داره. به همین دلیل هستش که من فکر می‌کنم نیازمند این هستن که شاید این اعداد رو دستکاری کنن و این اهمیتش براشون بسیار مهمتر از شکل مجلس و کسانی که در اون خواهند رفت خواهد بود. آقای جهاد حصار، امروز آقای روحانی در حرفاش اشاره هایی داشت که متوجه قوه قضاییه بود، مثلا در زمینه آمار کشته شده ها گفت که به پزشکی قانونی مراجعه بکنید. گاهی تلاش میشه که در بزنگاه ها جنگ قدرت رو پنهان بکنند، نمایشی باشه از اتحاد. تا چه اندازه آقای روحانی امروز در این زمینه موفق عمل کرد؟ من فکر میکنم که خیلی موفق نبودن ایشون. اجازه میخوام که در ادامه صحبت جناب ملکی عرض بکنم که یک مطلب خیلی مهمه. ایشون اشاره کردن به مجلس گذشته که مجلس دو دست بوده و دو گروه بودن، اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب. من اینو بهش اشاره بکنم که اون موانعی که در مجلس قبل بود ناشی از نوع سیاستگذاری و نوع انتخابی بود که افرادی رو برگزیدن برای جلوگیری از ورود بدترها به آدمهایی متوسل شدن که این دوره اتفاقا معتقدن دیگه اون کار رو نباید بکنن. و تفاوت رفتار این دوره که اتفاقا آقای ملکی و توی مقدمه هم بود، تفاوت رفتار این دوره اصلاح طلبان با دفعه قبل در این است که این بار اصلاح طلبان انتخابات رو تحریم نکردن، دولت هم انتخابات رو به گونه‌ای تشویق میکنه که همه مردم حضور پیدا بکنن. اما میگه، حتی رئیس جمهور میگه من لیست ندارم، دولت هم لیست نداره، اصلاح طلبان هم لیست ندارن. ولی چرا همه میگوین ما لیست نداریم اما همه رو دعوت به انتخابات میکنن و همه میگن برید انتخابات شرکت کنید؟ برای اینکه میخوان نشون بدن که اگر حتی جریان‌های دیگری که مدعی ان اصلاح طلبان نمیتوانستند یا حامیان دولت نمیتوانستند مجلس رو مدیریت کنند و این ضعف اصلاح طلبان بود در گزینش، این دفعه گزینشگری رو به عهده همه مردم بذارن و لیست به اونا ندن و اجازه بدن گروه‌ها، احزابی که خودشون مدعی ان که میتونن بهتر اداره بکنن و بهتر لیست بدن، اونا لیست بدن و اتفاقا هم اصلاح طلبان هم دولت دعوت به حضور جدیتر دارن میکنن، میگن آقا برید همه شرکت کنید، همه برید رأی بدید. ولی متفاوت این رو وقتی متوجه میشید که انتخابات شکل گرفته باشه
لیستی از طرف اصلاح طلبان ارائه نشده باشه و بعد ببینید که تفاوت‌ها از کجا تا کجاست. به نظر من ما 6 ماه یک سال دیگه متوجه میشیم که تفاوت این که اصلاح طلبان لیست ندادن اما دعوت گسترده کردن برای حضور در انتخابات و تحریم نکردن تفاوتش کجا نشون داده خواهد شد. بسیار خب آقای ملکی، موضوعات متعددی در نشست آقای روحانی در نشست خبریشون مطرح شد. آقای روحانی آمار کشته شدگان رو ارائه نکرد، حواله داد به قوه قضاییه. به شکلی چرا یک بار برای همیشه موضوع رو ختم نمی‌کنن؟ مثلا در مورد سقوط هواپیما اومدن گفتن که چنین اتفاقی افتاده، در این مورد چرا اینقدر اهمال هست و شفافیت نیست؟ بله، اجازه بدید من یک نکته خیلی کوچیکی بگم. واقعیت من متوجه منظور آقای جوادی استاد اصلا نشدم. حالا امیدوارم که بینندگان شده باشند که این دوره اصلاح طلبان تحریم نکردن ولی لیست دادن، گفتن گسترده مشارکت گسترده بکنید ولی لیست ندادن، متوجه نشدم. اصلا چیزی که میدونیم اینه که اصلاح طلبان و اصولگرایان یک دعوای رقابت بین 10% 15% هست و 75% مردم اساسا حذف شده از این انتخابات و این مسائل. حالا اون رو بگذاریم، سوال شما رو که پاسخ بخوام بدم، علتش این هستش که برای آبان 98، کشته های آبان 98 به دلیل اینکه به اصطلاح در ایران یتیم هستند، یعنی هیچ کسی نیست، اگر که فشار خارجی برای اون سرنگونی هواپیمای اوکراینی وجود نداشت، جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اون رو هم اعلام نمی‌کرد. اعلام همون دروغی که گفته بود رو ادامه میداد، میگفتش که سقوط کرده و این بود. همین مسئله که فشار یک قدرت به اصطلاح خارجی، یک کسی که در اصل زورش به جمهوری اسلامی بچربه، چون پشت کشته شده ها و مردم معترض و خانواده های جان باختگان آبان ماه نیستش، جمهوری اسلامی هم خودش رو پاسخگو نمیدونه. این چیزی هست که در تمامی این 40 سال داشتیم، همواره جمهوری اسلامی در جایی فقط حاضر شده پاسخگو باشه که یک فشار جدی و به اصطلاح قدرتمندی که معمولا هم از سوی نیروهای خارجی یا درصد بازیگران عرصه بین‌الملل بوده فقط پاسخگو بوده. از این جهت هم هستش که می‌بینیم که هنوز هم اعتراضات آبان ماه رو آقای روحانی با خنده و تعداد کشته شده ها رو با یک لبخندی در اصل پاسخ میده. آقای جوادی انصار، قبل از اینکه من سوال دیگه از شما بپرسم، آقای ملکی گفتن که منظور شما خیلی روشن نبوده. من منظورم کاملا روشنه. آقای ملکی بعضی جاها دلشون نمیخواد بعضی مسائل متوجه بشن. من عرض کردم که این که شما میگید در گذشته مجلس فرقی نمیکرده، استراتژی اصلاح طلبان در گذشته این بود که برای پیشگیری از نیروهای افراطی نیروهای میانه تر رو بیاره، ولی این دوره تصمیم گرفتن که یا اصلاح طلبان اصیل و محکم و کارنامه دار یا لیست نمیدیم و به همه مردم هم خواهش کردن که شما حتما در انتخابات شرکت بکنید و لیستای مطلوب خودتون رو بدید، ما هم تشویق میکنیم مردم رو به انتخابات. اما تفاوتش رو بعدا متوجه میشید که ایشون بعدا هم متوجه میشن. اما یه مطلبی در ادامه صحبت آقای ملکی من میخوام اینجا عرض بکنم. ببین آقای ملکی، این اتفاقی که افتاد برای همه مردم ایران ناگوار بود، برای همه مردم ایران در داخل و خارج کشور ناگوار بود. هیچ کس نمیخواد از اون اتفاق دفاع بکنه، ولی اینکه شما یک سویه فقط به قضیه نگاه بکنید و بگید چون فشار خارجی بود ایران مجبور شدن اون اتفاق رو بپذیرن و در موارد دیگر، خب منظورتون از اتفاق هم سقوط هواپیماست یا آنچه که در آبان اتفاق افتاد؟ سقوط هواپیما ولی در موارد دیگر هم بوده که این فشارهای خارجی بودن. اینجا اتفاقا فشار ایرانیان، یعنی تمایل ایران به همراهی با افکار عمومی ایرانیانی که آسیب دیده بودن در این قضیه خیلی نقش داشت. این نبوده که ایران خیلی خوشحال باشه از اتفاقی که افتاده، خب اتفاق بدی بوده، همه هم پذیرفتن. ولی این که ما بخوایم به هر مطلوبی رو که خودمون میخوام بچسبونیم به این قضیه، به نظر من یکم منصفانه نیست. ایران تحت فشارهای خیلی زیادی بوده در جاهای مختلفی و این از این جنس اتفاقات و تن دادن به این جنس اتفاقات رقم نخورد. کما اینکه آمریکا شدیدترین تحریم ها رو علیه ایران داره اعمال میکنه، ولی ایران مطالبات آمریکا رو نپذیرفته در منطقه و حتی خیلی چیز دیگه در جهان نپذیرفته. برگشت از برجام و کاهش تعهدات برجامی هم یک نمونه دیگه بوده که هم اروپا هم آمریکا خیلی فشار آوردن. به نظر من یک سویه نباید نگاه کرد، اینو بنان یک پک کامل، یک پکیج کامل اگه بهش نگاه بکنیم به نظرم بهتر خواهد. آقای ملکی، علی آقای جوادی اصلا عجیب هستش. سفسطه میفرمایند 3 روز جمهوری اسلامی دروغ گفته به جهان و بعدش هنوزم که هنوزه مقامات جمهوری اسلامی در مورد اون مسئله بسیار متناقض صحبت میکنن.
آقای ظریف میره چشم دوربین های جهانی میدوزه و میگه که شما جعبه سیاه ما نفهمیم که تکنولوژیش رو به ما نمیدید، به جوری که همه خبرنگاران کسایی که نگاه میکنن واقعا احساس میکنن که چقدر ایشون میتونه وقاحت به خرج بده این پاسخو بده. راست جمهوری اسلامی یک دروغی گفته و این دروغ شما دارید سعی میکنید توجیه بکنید، خب قابل درکه. جمهوری اسلامی همواره در فشار تسلیم شده، تمامی مثالاشو میشه از پایان جنگ، از پایان گروگانگیری، از تن دادن به نهایتاً برجام بعد از فشارها و تحریم‌های اوباما، از رانده شدن از سوریه به اون شکل افتضاحی که هر روز اسرائیل میزنتش هیچ کاری نتونسته بکنه، از زدن کشتن قاسم سلیمانی که هیچ کاری جمهوری اسلامی نتونست برابرش بکنه. همه اینها بوده که نشون داده چگونه در برابر فشارهای بین‌المللی ضعیف هستش و اصلا کاری از پیش نمی‌بره. حالا شما دوست دارید که ما دارید مقاومت می‌کنیم و درصد ما در برابر آمریکا تسلیم نشدیم. 70% مردم در یک نظرسنجی اعلام کردن که بدبختی‌های امروز ایران مستقیما تقصیر سیاست‌های جمهوری اسلامی است و 20% قائل هستند که هم سیاست‌های جمهوری اسلامی و هم آمریکا به نوعی در این جریان مقصر است. این چیزایی که شما میگید حرفای تکراری هستش که فکر می‌کردیم از یک اصلاح طلب اصلاح نباید بشنویم و حرفایی باشه که آقای رسایی و فرزند آقای خامنه‌ای بگن. نه شما آقای جوادی انصار با شما صحبت رو شروع کردیم، ببخشید با آقای ملکی صحبت کردیم، نکته آخر رو شما بفرمایید آقای جوادی انصار، کوتاه لطفاً. خواهش میکنم آقای ملکی و دوستان امثال آقای ملکی را ما توقع داریم حداقل جهان دیدن تو غرب زندگی میکنن دست از شعارهای فرسوده بردارن دیگه. اگر قرار بود که با این فشارهای جمهوری اسلامی اونی که شما میگید باشه 35 سال قبل باید جمهوری اسلامی از بین رفته بود. این که جمهوری اسلامی نقص داره، کمبود داره، مشکل داره، اون یه بحث دیگه است. بحث دیگر این که خود سفیر انگلیس میاد تو تهران اعلام میکنه ما شما رو به قدرت اول منطقه قبول داریم، بیاد انصاف داشته باشید، فشار رو ما نذارید، اونم یه بحث دیگه است که اسنادش هم موجوده، شما میتونید برید نگاه کنید سخنان سفیر آمریکا رو، سفیر وزیر امور خارجه انگلیس رو تو تهران گوش بدید. ولی بعض اینا نیست اصلا، ما بحثمون این نیست، بحث ما سر اینه که الان شرایطی که ما داریم شرایطی است که موضوعش اگر انتخابات باشه و حرفای حسن روحانی که چرا ایشون داره اونجور حرف میزنه امروز اومده اینجوری حرف میزنه، دلیلش اینه که به نظر من دستگاه دیپلماسی حسن روحانی در داخل و خارج داره ضعیف عمل میکنه. اگه میتوانست بهتر از این عمل بکنه شاید کارنامه بهتر از این هم میداشت. متشکرم، سپاسگزارم از محمد صادق جوادی انصار، روزنامه‌نگار تلگر مسائل سیاسی ایران از مشهد با ما و همینطور عمار ملکی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند از لاهه. وبسایت میزان متعلق به قوه قضاییه ایران جزئیاتی از جلسه دوم دادگاه روح الله زم مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز را منتشر کرده. به گزارش این سایت آقای زم در پاسخ به اتهام قاضی گفته اتهام افساد فل ارز را قبول ندارد. روح الله زم همچنین در مورد اتهام همکاری با دولت آمریکا که متخاصم خوانده شده گفته که آمریکا دولت متخاصم نیست. او در دفاع از خود درباره توهین به مقدسات در آمد نیوز هم گفته که آن زمان آمد نیوز در اختیار او نبوده. امیر سالاری داوودی وکیل زندانی در ایران اعلام کرده که علاوه بر اعتصاب قضایی تر اعتصاب قضایی خشک را شروع خواهد کرد. آقای داوودی به مخالفت مقام‌های قضایی با دادن مرخصی به او اعتراض دارد. او پاییز پارسال بازداشت شد و از آن زمان در اوین زندانی است. آقای داوودی که وکالت چندین پرونده متهمان سیاسی و امنیتی را به عهده داشت به 30 سال زندان محکوم شده و 15 سال آن را باید در زندان بگذراند. بامداد امروز چندین راکت به منطقه سبز بغداد اصابت کرد. گزارش شده که این راکت ها به نزدیکی سفارت آمریکا خوردند. یک پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا هم نزدیک محل اصابت این راکت ها قرار دارد. هنوز خبری از تلفات و خسارات احتمالی این حمله گزارش نشده. چین به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا مقررات جدیدی را به اجرا می‌گذارد. بر این مبنا حمل و نقل خصوصی در استان هوبه چین ممنوع شده. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در چین هم که به چند منطقه سفر کرده به بی بی سی گفت که دیده مراکز بازرسی و تست آزمایش کرونا نزدیک به بسیاری از مناطق مسکونی داده شدند. او گفته صدها میلیون نفر از جمعیت چین تنها اجازه داشتند هر چند روز یک بار از خانه خارج شوند و در بعضی نقاط افراد هنوز ناچارند کاملا در خانه بمانند. در ایران معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرده که تاکنون هیچ مورد ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایران دیده نشده. در حالی که رد صلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح طلب رو از حضور در انتخابات مجلس ایران حذف کرده، اصولگرایان موفق نشدند برای شرکت در رقابت به فهرست واحدی برسند. در همین حال مقام‌های حکومتی مردم رو به شرکت در انتخابات تشویق می‌کنند و از اونها می‌خوان که
از میان نامزدهای موجود افرادی را که فکر می‌کنند صلاحیت بیشتری دارند انتخاب کنند. فرین واسمی گزارش می‌دهد. 5 روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، در حالی که بخش بزرگی از جامعه تمایلی به رأی دادن نشان نمی‌دهد، مقام‌های مختلف حکومت ایران، صدا و سیما و نزدیکان آیت الله خامنه‌ای مردم را به شرکت در این انتخابات تشویق می‌کنند. از ابتدا نگران بودم که نکنه شرایط به گونه‌ای باشه که یک رقابت خوبی صورت نگیره. حسن روحانی در حالی در کنفرانس خبریش گفت انتخابات ایران واقعی است و مردم با آزادی پای صندوق‌های رأی می‌روند که به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان، داوطلبانی که به اصل ولایت فقیه التزام نداشته باشند امکان شرکت در انتخابات را ندارند. علاوه بر این، حتی بسیاری از داوطلبان اصلاح طلب وفادار به نظام جمهوری اسلامی نتوانستند از سد شورای نگهبان رد شوند و در انتخابات رقابت کنند. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در واکنش به رد صلاحیت گسترده اعضایش گفته در این انتخابات لیست مشخص ندارد. کارگزاران سازندگی اما فهرستی منتشر کرده. بعد از انتشار این فهرست، 8 حزب اصلاح طلب برای حضور در انتخابات لیست مشترک 30 نفری تهران را منتشر کردند. لیست آنها با لیست کارگزاران اختلافهایی هم داشت. روزنامه سازندگی، ارگان حزب کارگزاران سازندگی، این لیست را منتشر کرده و در بالای آن عکسی از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده. استفاده از واژه یاران هاشمی در بالای این لیست واکنش‌هایی در پی داشت. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران استفاده از کلمه یاران را انتخابی ژورنالیستی نامید و در این باره مجبور به توضیح شد. ما که نگفتیم هاشمی رفسنجانی اینها را انتخاب کرده. گفتیم ادعی که علاقمند به آقای هاشمی هستند آمدند و لیستی را تهیه کردند و افرادی را که از نظر آنها برای مجلس صلاحیت دارند معرفی کردند. اقتدار و قدرت ایران. حزب ندای ایرانیان دیگر حزب اصلاح طلب به دبیر کلی صادق خرازی هم لیستی برای تهران نداده. اصولگرایان هم نتوانستند فهرست واحدی انتخاب کنند. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب فهرست نهایی خود را ارائه داده و محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران سرلیست آن است. جبهه پایداری از جناح‌های تندروی اصولگرایان با انتقاد از این ائتلاف در نهایت فهرست خود را ارائه کرد. فهرستی که نفر اولش مرتضی آقا تهرانی دبیر کل این جبهه است. اسلحه باید پیدا کنیم. اگه آقای قالیباف اسلحه رو چش، هر کی دیگه اصلا چرا فرق بگذاریم؟ عدالت‌خواهان و ائتلاف مردم موسوم به مدیران دولت محمود احمدی نژاد هم با سرلیستی محمد باقر قالیباف مخالفند و فهرست خود را دارند. دو جناح عمده جمهوری اسلامی در حالی مبارزات انتخاباتی خود را شروع کردند که صدای تحریم انتخابات از گوشه و کنار به گوش می رسد. فرین عاصمی، بی بی سی. و ما در ادامه گزارش های انتخاباتی و در دومین گزارش از مجموعه انتخابات ایران، علی حمیدانی سوار بر ماشین زمان سفری می کند به گذشته. انتخاباتی که جمعه در ایران برگزار می شود آخرین انتخابات این قرن در ایران است، قرنی که برابر بوده با مجالس گوناگون در ایران و حوادث مختلفی که در این کشور رخ داده. بعضی از تصاویری که در گزارش علی حمیدانی استفاده شده بیش از 80 سال از آرشیف ها بیرون نیامده. اول هفته تهران بیش از 100 سال پیش شلوغ در کاخ سلطنتی هم برو و بیای بود. پس از نیمروز شنبه 14 مرداد 1285 مظفرالدین شاه تاج بر سر با همان صورت غیر قابل خواندن همیشگی جلوی دوربین عیسی خان عکاسباشی ظاهر شد برای این عکس یادگاری. بعد از آنکه برای نخستین بار در ایران صدایی هم ضبط شد از او، پیامش ابلاغ فرمان مشروطیت. مرحمت ما را در علا درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعدی تا فت سال که خدمت بکنید امیدوار هستم که همیشه خوب باشد. عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود را هم باشم به شما خواهم داد. مجلس موقت همان روز تشکیل شد و بعدتر مجلس اول در مهماه همان سال. این حکایتیست موجز از 100 و چند سال پارلمان در ایران، پارلمانی که با رویای حکومت مردم پدید آمد. یک
این مشروطه خواهان در مجلس نخست سندی تنظیم کردند که بعداً به قانون اساسی شهرت یافت. مظفرالدین شاه قانون اساسی را 5 روز قبل از مرگش امضا کرد. عاقبت مجلس اول خوش نبود. محمد علی مجلس نبود و قزاقان روس حامی او مجلس را به توپ بستند. نمایندگان مجلس اول هم به زنجیر کشیده شدند. یک سال بعد و با فتح تهران توسط قوای مخالف مجلس عالی تشکیل شد که محمد علی شاه را عزل کرد و با چند تغییر حکم به تشکیل مجلس دوم داد. جوانی احمد شاه خورد به مجلس سوم. مجلس ملی سوم از آن جهت مهم است که قانون انتخاباتی را گذرانده بود که در آن به کلیه مردان بالغ همگی حق رأی داد. مجلس چهارم اما همان مجلسی است که در آن شاه آینده ایران رضا خان را به نخست وزیری قبول کرد و بعد فرمان عزل سلطنت قاجار و تفویض کشور به رضا پهلوی را تسلیم کرد. تصویری نایاب از بازدید رضا شاه از راه آهن سراسری ایران، مسببه همین مجلس. با افزایش مالیات قند و شکر، پول کافی برای تأسیس راه آهن سراسری ایران به دست آمده بود که بسیاری تأسیس آن را یادگاری رضا شاه می دانند. مجالس ششم تا دوازدهم در دوره رضا شاه بود، مجالسی که مخالفان حکومت او دست نشاندهش می خواندند و موافقانش یادگاری های این مجالس را به رخ می کشند. قانون تأسیس مؤسسه راه آهن، قوانین مرتبط با ارتش یک پارچه برای ایران، تصویب تأسیس بانک ملی ایران، قانون تأسیس قوه قضاییه، لوایح مرتبط با اعطای حقوق برابر به زنان، قانون سرشماری و ثبت احوال، تا اینکه رضا شاه تاج و تخت را برای فرزندش گذاشت و رفت. روز اول فروردین هر سال در کاخ باشکوه گلستان کنار تخت طاووس و سایر آثار نفیس تاریخی مراسم سلام نوروز در پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه برپا شد. دیدار نمایندگان مجلس با شاه جوان به مناسبت نوروز. مجلس 13 تا 16 نسبتاً آرام بود. مجلس 16 همان مجلسی است که به نخست وزیری محمد مصدق رأی اعتماد داد. الو الو اینجا تهران، خبر بشارت آمیز، چند دقیقه دیگر در لشکر داهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. پس از 28 مرداد 1332، سقوط دولت به دستگیری محمد مصدق و نخست وزیر شدن ژنرال فضل الله زاهدی، فرمان انحلال مجلس شورای ملی و سنا در 28 آبان به امضای شاه رسید و مقدمات برگزاری انتخابات دوره 18 فراهم شد. ایران در آستانه دهه 40 خورشیدی از اشغال، جنگ و بحران داخلی برآمده بود. روز پنجشنبه 11 آذر ماه مراسم توزیع اسناد مالکیت قسمت دیگری از املاک سلطنتی در پیشگاه ملوکانه انجام گرفت. مهمترین رخداد مجلس بعدی، مجلس 19 هم، تصویب قانون اصلاحات ارضی بود. تحولی در ایرانی که نظام زمینداریش ارباب و رعیتی بود. اصلاحات ارضی را محمد رضا شاه انقلاب سفید خواند، انقلابی با یک دستاورد بزرگ برای زنان ایران. از آن پس علاوه بر مردان، زنان هم حق رأی داشتند، آنچه مخالفت برخی از مذهبیان از جمله آیت الله روح الله خمینی را در پی داشت. مجلس 21 همان مجلسی است که زنان هم برای انتخاب نماینده در آن رأی دادند. ساعت 14، اینجا تهران است، صدای ایران. به مناسبت تاجگذاری شاهنشاه آریامهر، کشور غرق در نور است. مجلس 22 برای نخستین بار توسط شاه و ملکه هر دو افتتاح می شود. تحولی که شاه از آن به عنوان پررنگ شدن نقش زنان در سیاست مملکت نام برد. این همان مجلسی است که قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد. قانونی که سن ازدواج زن را به 18 سال و ازدواج مرد را به 20 سال افزایش داد. در این قانون حق طلاق که تا آن زمان در انحصار شوهر بود به دادگاه واگذار شد و زن و مرد می توانستند در شرایط یکسان از دادگاه تقاضای طلاق کنند. و مجلس 24، مجلسی که خورد به انقلاب و صحنه برخی اظهارات علیه حاکمیت شد. در بحبوحه انقلاب بسیاری از نمایندگان مجلس یا به تبعید رفتند یا بازداشت شدند. آخرین رئیس مجلس شورای ملی هم توسط حکومت انقلابی اعدام شد. پس از انقلاب اولین مجلس که هنوز تا سال 68 مجلس شورای ملی نام داشت، در سال 59 شکل گرفت.
مجلسی بدون نظارت استصوابی رایج این روزهای جمهوری اسلامی و مملو از مخالفان نظام گذشته، مجلسی که به بیکفایتی اولین رئیس جمهوری اسلامی رای داد و به آزادی گروگان‌های آمریکایی. سرنوشت نمایندگان این مجلس سیاه و سفید بود، یا مغضوب شدند برای همیشه یا در قدرت ماندند همچنان. از دوره دوم مجلس شورای نگهبان برو و بیایی پیدا کرد. نظارت استصوابی آقا بالا سر کاندیداها شد که بتوانند نامزد شوند یا به طور کلی از میان بروند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در آستانه 11 دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین انتخابات قرن حاضر حاکمیت، شورای نگهبانی که آقای خامنه ای مخالفت با آن را مخالفت با نظام خوانده، پس از 41 سال حکومت بسیاری از میانه‌روهای نزدیک به محافظه‌کاران را هم دیگر قبول ندارد. رهبر نظام با این همه میگوید حتی اگر کسی او را دوست ندارد رأی بدهد. در مجلسی که هنوز با رویاهای انقلاب مشروطه برای ایرانی آزاد فاصله بسیار دارد. علی همدانی، بی بی سی. و اما امروز کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان سومین و آخرین روز مذاکرات و ملاقات ها رو شاهد بود. گزارش ها از نشست امروز از عمیق بودن اختلاف ها در میان کشورهای اروپایی بر سر میزان وابستگی امنیتی و دفاعی به آمریکا حکایت داشت. در مورد لیبی صحبت شد، جایی که وزیر خارجه آلمان از نقض تحریم تسلیحاتی طرف های درگیر انتقاد کرد. اما افغانستان مورد توجه خاص بود، چون دولت افغانستان، آمریکا و طالبان همچنان به دنبال یافتن راهی برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به صلحی هستند که از اون تحت عنوان صلح پایدار یاد شده. خبرنگار ما کسرا ناجی از مونیخ آلمان، محل برگزاری کنفرانس، با ماست. کسرا، سه روز پشت سر هم هیئت‌های متعدد، مباحث متعدد، بالاخره تموم شد؟ درسته، سه روز کنفرانس تمام شد، همین چند ساعت پیش تمام شد. هنوز بعضی از نمایندگان کشورها، وزرا، اینها هنوز دارن این هتل رو ترک میکنن. کنفرانس تم اصلیش یه چیزی مقوله‌ای بود، به انگلیسی نوشته بودن وستلسنس، که اگر بر اساس ویتلسنس یعنی بیوزنی ولی یه جوری بیغربی، که منظور این بود که با یک جانب گرایی آمریکا و رقابت بین آمریکا و چین، مفهوم غرب داره از مفهومش خالی میشه. غرب نمیدونه چی کار میکنه، کجا قرار داره بشینن اینجا صحبت بکنن که خب وضع غرب چه خواهد بود، امنیت غرب. ولی در عمل آن چیزی که اینجا اتفاق افتاد، سخنرانان پشت هم همه صحبت از امنیت کردن و تزلزل امنیت، امنیت جهانی. و خیلی جالب بود، به خصوص این صحبت ها بالا گرفت موقعی که وزیران خارجه و دفاع آمریکا خیلی با شدت و حدت، با لحن تند، چین رو یک تهدید اصلی برای صلح جهانی دانستند و از کشورهای دنیا خواستند که اونها هم این رو جدی بگیرن. لحن اینها، صحبت‌های اینها فضا را عوض کرد یه جوری، و مردم را اینجا متوجه این کرد که وضع به اصطلاح امنیت جهانی تزلزل زیادی داره، که از هنگام شاید اوج جنگ سرد به این طرف دیده نشده و بی سابقه است. از این که بگذریم، نکته بعدی که اینجا زیاد مطرح بود همین صحبتی که اشاره کردی، طرح صلح یا توافق صلح آمریکاست با طالبان، و اینکه به زودی در روزهای آینده قراره که جزئیاتش روشن بشه. من با سخنگوی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، صحبت کردم، گفت شاید همین یکی دو روز آینده جزئیات اعلام بشه. از اینکه بگذریم، نکته اینه که آن چیزی که فعلا ما میدونیم راجع به این طرح اینه که طالبان توافق کردند که برای یک مدت 7 روزه خشونت رو کاهش بدن، بعد یک فرصت هست 10 روزه که بعد از اون تمام طرف‌های افغان بشینن در مورد یک صلح جامع صحبت کنن، صلحی که به 20 سال جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی خاتمه بده از یک طرف، و از طرف دیگه به آمریکا اجازه بدید این ماشین رد بشه. برای حکومت افغانستان
هر پیشرفته که در این پروسه صورت میگیره یک فرصت است و ما میخواهیم که فرصت ها را از او استفاده بکنیم تا بالاخره ما برسیم به روزی که آتش بس باشه. این بار کاهش خشونت چشمگیر ظرف یک هفته که با زمینه را برای آتش بس فراهم بکنه خواست حکومت و مردم افغانستان است. ما واقعا میخواهیم که جنگ به گونه کامل قطع شود و آتش بس و مذاکرات مستقیم بخش های عمده از این پروسه خواهد بود. پس بر اساس آن چیزی که شما میفهمید از این طرح اینه که اول کاهش خشونت بعد آتش بس بعد مذاکرات. اول کاهش چشمگیر خشونت است. کاهش چشمگیر. بله. کاهش چشمگیر یعنی چی؟ یعنی حمله بالای مردم افغانستان باید متوقف شود. باید زمینه برای مراحل دیگه که آتش بس است و مذاکرات است باید فراهم شود و طالبا واقعا وادار به این شوند که وارد مذاکره شوند و از جنگ دست بکشند. و آتش بس یکی از شرایط شما است قبل از شروع مذاکره. آتش بس یکی از شرایط اصلی و خواست اصلی مردم افغانستان است و طبعا حکومت افغانستان پافشاری بالای آتش بس منطقش ایست که ما جنگ چند ساله را چند دهه را میخواییم خاتمه ببخشیم پایان شما باید. و بعد شروع مذاکرات بین افغان ها کی با کی میخواد صحبت کنه؟ یگانه موفقیت این پروسه برقراری صلح پایدار وقت صورت میگیره که حکومت افغانستان وارد مذاکره با طالبان شود. ما ببینیم که طالبان چه خواستایی دارن، آیا واقعا اینا تعهد دارن بر ختم جنگ، آیا واقعا میخواهن که بخش از جامعه امروزی افغانستان شوند. شما تردید دارید در نیت طالبان؟ طبعا روز که دیده شود باید. ما که تردید در نیت خود نداریم برای صلح، برای آوردن صلح در افغانستان، اما طرف طالب باید نشان بده، تعهد خود نشان بده که واقعا برای صلح و ختم جنگ تعهد داره. ولی این تردید خیلی جدیه آقای غنی، دیگه صحبت از استراتژی اسب تروما کرد، یعنی وارد بشن به بهانه ای و بعد تصاحب کنن. خب در گذشته ما که علائم مشخصی از تعهد طالبا بر صلح ندیدیم، یعنی واقعا در گذشته کارهای را انجام دادن که هیچ نوع تعهدشان نشان نمیده برای صلح در افغانستان. خب دیده شو باید اینا همش موارد است که روی یک میکانیزم جدی نظارتی باید اینا نظارت شوند تا بالاخره جنگ پایان پیدا بکنه. و در مورد گفتگوها شما صحبت از این کردید که شما اول وارد مذاکرات میشین با طالبان که ببینیم چه میخوان. پس در مرحله اول آن چیزی که شما دارید تصور میکنید اینه که هیئتی از طرف دولت با طالبان به مذاکره مینشینن تا راه رو برای مذاکره گسترده تر همه گروه های افغان باز کنن. درسته؟ بله درسته. پروسه صلح مذاکرات توسط دولت باید رهبری شود و به پیش برده شود. دولت باعث اصل طرف اصلی قضیه و مشروع قضیه وارد مذاکره با طالبان شود تا ما ببینیم خواسته های طالبان برای ختم جنگ و شامل شدن در یک پروسه سیاسی چی است. شما چقدر خوشبین هستید؟ خب ما این فرصت ها هنوز هم بایست یک فرصت تلقی میکنیم، استقبال میکنیم، اما از خطرات آگاهی داریم، خطرات ما تحلیل میکنیم و ما ظرفیت های اجتماعی سیاسی و نظامی قوی داریم در حال حاضر که بتانیم با خطرات دست و پنجه نرم بکنیم. فکر نمی کنید که آمریکایی ها برای خروج از افغانستان نیروهاشون برای خروج از افغانستان دارن عجله میکنن، ممکنه شما نه. رو در مشکل بزرگی جا بذارن و برن؟ نه قضیه یا مسئله خروج مطرح نیست. مشارکت ما با آمریکا دوامدار خواهد بود. حضور بیش از 8000 نیروی آمریکایی در افغانستان کاملا واضح است و چارچوب حضورشان واضح است. نخیر نه، این خروج کامل از افغانستان نیست، بلکه رای حل است برای ختم جنگ کنونی. صدیق صدیقی بود، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان. اینجا فرصتی هم داشتم با این برمر صحبت کنم. او از بنیانگذاران سازمان یورو ایجاست، یه سازمان تحلیل مسائل سیاسی و ریسک سیاسی. از او هم درباره همین توافق صلح بین طالبان و افغانستان، طالبان و آمریکا پرسیدم و گفتم که تا چه حد خوشبین هست، یک، و اینکه آیا آمریکا عجله داره برای خروج از افغانستان.
خب جنگ 20 سال طول کشید. سخت میشه گفت که آیا آمریکا برای رفتن عجله داره یا نه. اما غایبان این گفتگوها دولت مردان افغان بودند و حالا اونا اینجان. اشرف غنی، هیئتاشون و اونا نقشی در این گفتگوها نداشتند. اونا قبل از هر بحث و مذاکره ای آتش بس میخوان، اما هنوز به این خواسته نرسیدن. ترامپ میخواد قبل از انتخابات بگه که آره من جنگ افغانستان رو تموم کردم، اما براش مهم نیست که بعدش چه اتفاقی در افغانستان میفته، دقیقا مثل سوریه و لیبی که براش مهم نبود. علاقه آمریکا به این بخش از جهان در حال کم شدنه. در زمان اوباما هم همینطور بود، اما ترامپ خیلی بیشتر علاقه به ترک اونجا داره. من نه به گذشته حضور آمریکا در افغانستان خوشبینم، نه به گذشته حضور شوروی، و واقعا معتقدم که بعد از خرج هزاران میلیارد دلار در افغانستان و کشته شدن خیلی از آمریکایی ها و افغان ها، علاقه آمریکا به بیرون اومدن از اونجا توجیهاتی داره. اما چیزی که نگرانش هستم اینه که خروج نظامی نباید به معنای دست کشیدن از همه چیز باشه. ما هنوز نقش های خیلی مهمی اونجا داریم، مثل کمک های حقوق بشری، مشاوره های اقتصادی، مثلا صندوق جهانی پول، بهتر کردن سیستم های آموزشی، ادامه حضور دختران در مدرسه ها. بخش بسیار زیادی از بودجه افغانستان از کمک های خارجی تامین میشه. بنابراین من از اینکه آمریکا کلا از افغانستان دست بکشه نگرانم. اقتصاد افغانستان بدون منابع خارجی تقریبا هیچه. بنابراین شرایط برای افغان ها به مراتب بدتر میشه. از ایان برمر در مورد ایران هم پرسیدم، از او پرسیدم اینجا صحبت از تهدید ایران بود، صحبت از تنش در منطقه خلیج فارس بود، صحبت از تنش بین ایران و آمریکا بود، اما کسی راه حلی پیشنهاد نکرد. بله، اما تهدید ایران شاید حالا به اندازه 6 ماه قبل نباشه. اول از همه اقتصاد ایران از زمانی که ترامپ رئیس جمهور شد به مراتب ضعیف‌تر شده. خروج ترامپ از برجام رو بپسندید یا نه، ولی این واقعیته که ایران پول زیادی برای راه انداختن جنگ‌های نیابتی در سراسر منطقه مصرف کرده. اونا حالا به اندازه قبل نمیتونن خرج کنن. جنگجویان حزب الله دارن سلاح‌هاشون رو زمین می‌گذارن و میرن نونوایی می‌کنن یا راننده اتوبوس میشن، و این برای لبنان خوبه. از اون طرف درسته که ایران دشمن اصلی آمریکا در منطقه است، اما اونا در این راه خودشون رو کامل فدا نمی‌کنن. برای همین وقتی آمریکا سلیمانی رو کشت، همه میگفتن جنگ جهانی سوم شروع شد، اما پاسخ ایران از حجم تنش‌ها به مقدار قابل توجهی کم کرد، چون اونا متوجه واقعیت‌ها شدند. آمریکا گفت خط قرمز من اینه و ایران نخواست از اون عبور کنه. گفته که کسرا نجی بود با ایان برمر، رئیس گروه اورازیا. کسرا، در نهایت وقتی این 3 روز رو نگاه می‌کنیم، از نظر تو به یاد ماندنی ترین بخش اون یا مهمترین قسمت اون خصوصا برای ایران چه بود؟ جمال، من اینجا خیلی تکان خوردم راستش از وضع امنیت جهانی. این رو میگم به خاطر اینکه هر گوشه دنیا رو که این روزا نگاه میکنیم یک مسئله جدی هست، و اینجا آن چیزی که اینجا ما شنیدیم، به خصوص اینکه حالا یک جنگ سرد تازه‌ای با چین شروع شده بین آمریکا و چین و همه کشورهای دیگه ازشون خواسته شده اینو دنبال کنن، یک داستان تازه‌ای داره اتفاق میفته در سر بر سر مسئله وضع و ثبات بین المللی، ثبات کشورهای جهان. این برای من جالب بود و خیلی از کسانی که اینجا باهاشون صحبت کردم، خبرنگاران دفاعی روزنامه‌ها و تلویزیون‌های معروف، من خیلی باهاشون صحبت کردم که آیا از نقطه نظر اونها چه فکر میکنن، برای اینکه خب من متخصص امور دفاعی و اینها نیستم، اونها باید بهتر بدونن، و همه اینها جا خورده بودن و همه اینها میگفتن سابقه نداشت. و این نکته هم تازه بود که فقط تندروهای آمریکا این کارو نمیکنن، کسانی که در داخل دولت ترامپ هستن یا اطراف ترامپ، نانسی پلوسی و هیئت مشترکی که از کنگره آمریکا اینجا آمده بود، هم از حزب دموکرات هم از جمهوری‌خواه، اونها هم حرفشون این بود. به نظر می‌رسید که این یک استراتژی تازه است که آمریکا داره دنبال می‌کنه، دشمنی با چین و فشار بر کشورهای دیگه که اونها هم همین خط رو
پیش بگیرن و این باعث شده که خیلی ها تصور کنن که خب خیلی از این سازمان های بین المللی مثل اتحادیه اروپا شاید حتی یا مثلا سازمان ملل اینها دیگه نمیتونن مثل سابق به کارشون ادامه بدن. فرض کنید که مثلا در شورای امنیت سازمان ملل این شورای امنیت بستگی به توافق و تفاهم 5 تا قدرت جهانی از جمله چین و آمریکا داره. اگر این دو با هم دشمن باشن شورای امنیت دیگه هیچ وقت نمیتونه اون ماموریت اصلیش رو که حفظ ثبات و حفظ صلح جهانی باشه اون رو انجام بده. ممنونم از کسرا ناجی در مونیخ آلمان با ما. در بریتانیا شمار کسانی که حیوانات خانگی غیر معمول نگهداری می کنند در حال زیاد شدن است. البته نگه داشتن میمون و تمساح ممنوع نیست، اما این نگرانی هست که صاحبان این حیوانات برای نگهداری آنها اطلاعات کافی نداشته باشند. این یعنی سالانه هزاران تا از این حیوانات رها می شوند. جانی مر گزارش می دهد. شاید فکر کنید دیوانگی است که یک حیوان خطرناک را در خانه نگهداری کنید، اما این کاملا قانونی است. تنها چیزی که نیاز دارید یک مجوز از شهرداری است. ده ها سال است که عده این حیوانات را نگهداری می کنند و تعدادشان در سالهای اخیر در حال افزایش است. آمارها میگن 700 هزار خزنده در خانه ها نگهداری می شود و این ممکنه تخمین کمی باشه. در کنار این آمارها سازمان‌های نجات حیوانات میگن تعداد بعضی از گونه‌ها که نادیده گرفته میشن و باهاشون بدرفتاری میشه و در خیابون‌ها رها میشن در حال افزایشه. و این تصویر ماری 2 متری که در موتور یک خودرو در غرب لندن پنهان شده بود. افزایش تقاضا برای نگهداری از این حیوانات را در شبکه‌های اجتماعی میتواندید. میمون‌های مارموزت از پرفروش‌ترین‌ها هستند. عجیبه که برای داشتن این میمون ها نیازی به مجوز شهرداری هم ندارید. پول زیادی توشه، تبلیغات زیادی برای فروششون هست. مردم رو تشویق میکنن که اونها رو بخرن و بعد بچه هاشون رو بفروشن. در مورد رفاه این حیوانات و شرایطی که بعد از فروش با آن مواجه میشوند نگرانی هایی وجود دارد. این ویدیو این میمون را که آشفته و سرگردان شده در بیرون عمارتی در تاور هملتس نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد از یکی از خانه‌ها فرار کرده یا صاحبش او را رها کرده. 2 سال گذشته و ما رد او را در خانه‌ای جدید و مناسب‌تر پیدا کردیم. تعدادی زیادیشون رو در شرایطی غیر عادی و نامناسب پیدا کردیم. در خونه های مردم، توی اتاق نشیمن یا تو انباری توی حیات. یکیشون رو توی حمله مامورای کشف مواد مخدر پیدا کردیم. هر روز صدها میمون در سراسر بریتانیا به فروش می روند. اگر قوانین جدیدی وضع نشود، بسیاری از آنها مورد سوء استفاده قرار می گیرند و رها می شوند. جانی مهر، BBC نیوز. چند ساعت بیشتر به مسابقه ستارگان لیگ بسکتبال آمریکا NBA باقی نمونده، اما این آخر هفته ویژه بسکتبال همونطور که انتظار می‌رفت تحت تاثیر درگذشت ناگهانی اسطوره بسکتبال کوبی برایانت قرار داشت که جایزه ارزشمندترین بازیکن هم به یاد او نامگذاری شده. 60 دقیقه امشب رو با گزارش پوریا ژافره به این مناسبت به پایان می‌بریم. نیم فصل NBA در شیکاگو، آخر هفته ولنتاین یا عشاق به ویژه عاشقان بسکتبال، فستیوالی 3 روزه که در نهایت با مسابقه نمایشی ستارگان شرق و غرب لیگ NBA به پایان میرسد. اگر بسکتبال دوست داشته باشید و این بازی به شهر شما بیاید، بعید است این فستیوال را از دست بدهید، حتی اگر زمانی رئیس جمهوری آمریکا بوده باشید. بهترین های با کلاس ترین لیگ بسکتبال دنیا کارهایی را با توپ و سبد انجام می دهند که حتی تصورش هم برای خیلی از ما سخت است. با اعلام رئیس لیگ امسال جایزه ارزشمندترین بازیکن مسابقه ستارگان هم از سالهای دیگر متفاوت خواهد بود. یک افتخار جدید هم برای کوبی داریم. شاید دارین پیش خودتون حدس می زنین که این شیء کنار من چیه؟
ولی ما داریم جایزه ارزشمندترین بازیکن مسابقه ستارگان رو دوباره نامگذاری میکنیم به اسم جایزه کوبی برایانت. آخر بازی ستارگان این جایزه رو میدیم و من میدونم که چقدر برای کسی که برای اولین بار بتونه اون رو ببره ارزش زیادی داره. مثل همیشه یکی از جذابترین قسمت‌های آخر هفته آلستار که برنامه‌های زیادی در آن اجرا می‌شوند مسابقه بهترین اسلم دانک است. امسال رقابت اصلی بین آرون گوردون از اورلاندو و دریک جونز از میامی بود. گوردون برای دانک آخرش تصمیم گرفت از روی مردی با قد 2.28 متر بپرد. ولی پرش‌های جونز آنقدر خوب بودند که جایزه بهترین دانک به او رسید. و پیش درآمد مسابقه اصلی مسابقه ستاره‌های جوان NBA بود. مهارت‌های استثنایی لوکا دونچیچ، بازیکن اهل اسلوونی تیم دالاس که در مسابقه امشب هم حضور دارد، همه را تحت تأثیر قرار داد. اما در نهایت این تیم منتخب آمریکا بود که منتخب ستاره‌های جوان جهان رو 151-131 برد.